با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبهانی هستم. در این 28مین روز از 4مین ماه در 15مین سال از 3مین هزاره خوشحال و خرسند که این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس داریم از اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه به ما یاری میرسانند. عرضم به حضور شما که چون آخر ماه هست فکر کنم باید راجع به پول حرف بزنیم، ولی چون هرچی حرف میزنیم فرقی در اصل ماجرا نمیکنه، لذا از اوش رد میشیم و ازت درخواست میکنیم که ما رو دریابید، برای اینکه این رسانه مثل هر رسانه دیگری فقط با کمک مالی شما میگرده، ما هیچ راه دیگری رو نداریم، در حقیقت آگهی نداریم، به ساعت فروشی هم اعتقاد ندارم و از اولم همیشه حرفمون بود که اگر خودت میتوانی، خودت اگر کسی را میشناسی ازش دعوت کن که اینجا میکروفون در اختیارش قرار بده و از دانش و معلوماتش ما هم و سایرین هم بهره‌مند بشویم. بنابراین باز هم دعوت میکنیم از شما که در این زمینه کوشا باشید. ما در اون اوائل کار عزیزانی رو داشتیم، یه رومینای نازنینی داشتیم که چندین انسان فریخته رو از جمله آقای پروفسور عبیانه، داروش برادری و غیره رو به ما معرفی کرد و یک بیننده نازنین دیگر داشتیم، میهنیار عزیزمون خودش رو مدیر معرفی میکرد، او هم در حقیقت آقای دکتر صدر اشراف رو به ما معرفی کرد و ما خوشحالیم که همچنان با آقای دکتر صدر اشراف هستیم و همتون سایرین رو آقای دکتر انصاری رو آقای خراسانی به ما معرفی کرد و به حال این رسانه بر روی شانه شما میگردد. چند تا نکته دیگه دوباره به عرض برسونم. یکی این که من فهم میکنم که یکی از برنامه های خوبه ما هم به برنامه دیروز بود که چندین موضوع رو در کنار همدیگه دنبال کرد، یکی گفتگوی آقای علی لیمونادی بود با آقای منصور فرهنگ که به درستی به یک موضوع اساسی اشاره کرد و این داستان نقد است که چرا نقد رو نمیپذیره و تا زمانی که جامعه آماده پذیرش نقد نباشه من فکر نمی کنم تحولی در این جامعه ایجاد بشه. و یا حتی موضوعی که آقای دکتر میرافتابی طرح کرد و نقش ادبیات رو داره برامون راجع به شرف میزنه، دعوت میکنم برنامه آقای میرافتابی رو پیگیر باشید، برنامه خوبی است، انسان گرانقدری است در حقیقت دکتر میرافتابی. و وقتی که راجع به کتاب حاجی آقای صادق هدایت صحبت میکرد و اون دیالوگ رو در حقیقت متن تکست رو میخوند که به حاجی آقا چه میگوید، ازش پرسیدم که این کتاب چه سالی منتشر شد، گفت سال 23. گفتم ولی خب در مدت کمتر از 8 سال شما میبینی که دوباره در همونجا تحولی ایجاد شد و مردم ها اصلا بی توجه به این مطالبی که مطرح میشه رفتن و دوباره آخوندها رو کشیدن وسط و فضاحتی رو که تا به امروز ما دنبال میکنیم. گفت خب علت چیه که مردم ها کتاب نمیخونن؟ در جلسه پیشم گفت که این کتابی که معرفی کرد و گفت این کتاب در ایران فقط 100 نسخه چاپ شده. و شما فکر کنید وقتی یک کتابی منتشر میشه، آقای خیلی برای ما گفت دیگه، گفت مقادیر زیادی از این کتابا رو باید توزیع کنی بین مراکز علمی فرهنگی، موزه ها، کتابخونه ها، 100 تا جلد که اصلا به اینجا نمیرسه، کار نمیخونه، اهل کتاب خوندن نیست. ببین مثلا همین این ماجرایی که الان پدید اومده دیگه، یه پدیده ای در اختیار قرار گرفته، اسمش هست اینترنت و شما میتونی تو اینترنت بچرخی برای خودت، بگردی و از این صفحه به اون صفحه بری، ولی نمیخوانی، بازم اون تو هم نمیخوانی.
میری به سمت فیسبوک، عکس‌ها رو نگاه میکنی، جوک‌ها رو میخونی، نمیخوانی. و تا زمانی که نخوانی اتفاقی برات نمیفته. ببین این جامعه‌ای که رسید به عصر اینترنت، شما قبلش که قبل از عصر اینترنت هم خب ما اینجا زندگی کردیم، دیدیم مملکت این که چه جور میگشته، تو قطار، تو اتوبوس، اینا همه یه کتابی دستشون، یه کتابی میخونن. بلژیک میگن اینجوره، ایسلند میگن بیشترین کتابخانه دنیا در ایسلند هست، یا آیسلند. در بلژیک همینطور. و اینا از روی خوندن کتاب و عادت دارن به خواندن کتاب. یعنی ما اصلا کتاب نمیخونیم، نمیخوانیم، تحت هیچ شرایطی نمیخوانیم. یه فرهنگی حاکم است به نام فرهنگ منبر، فرهنگ نقالی، عادت کرده به این داستان. نگاه کنید به این دانشگاه‌های معتبر دنیا، نگاه بکنید در اروپا، در اروپا به دانشگاه اروپا نگاه بکن، تمام این ساختمان دانشگاه همه کلیسا بودن. شما به این دانشمندان غربی، ایرانی، غیره نگاه بکنید، اینا همه از توی کلیسا و ابو علی سینا، ابو ریحان، خواجه نظام، هر کی شما بخوای بری دنبالش. خب اون موقع که مدرسه به شکل امروز که نبوده، که همون فقه و شریعت بوده، قرآن درس میداده، بوده من 30 جز قرآن رو حفظ بوده، مثلا اسمش بوده حافظ. بعد شما نگاه میکنیم اینی که همون حافظی که 30 جز قرآن رو حفظ است، چجوری حمله میکنه به آخوند و به دیگری، و براتون میگه که اینا که این جلوه در محراب و منبر میزنن، چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن، ولی گوش نمیدی. خود نمیره تو جسمش، فرو نمیرود. بحث نمیدونم قانون، سکولاریزم، اینا همه اینا بحثای درون کلیساست. این درون کلیسا با اینی که امروز تو ایران وجود داره، مثل مشتری شبستری، مثل سروش، مثل دیگری، کاملا اینا متفاوتن با هم دیگه. اینا اونا نیستن، اینا نقد رو نمیپذیرن، اونا نقد رو پذیرفتن. گذشتی گفت دست بسته گذشتم، چشم بسته گذشتم، دست بسته چشم بسته گذشتی، شاملو میگفت. میگذاریم ازش. همین یارو فیلم پسر درست کرده بود، در حاشیه مهران مدیری درست کرده. ها دیدی چه قالی را انداختم؟ پزشکا آقا، شما پزشکا نقد نکنید آقا، پزشکا نمیگه اتوریته. چه اتوریته ای داره؟ هر شب در همین وایت هاوس مهمانی بوده، مهمانی که خبرنگارا، رسانه های دعوت کردن، از رسانه‌هایی که هر کدومشون یه نماینده چیزی در کاخ سفید دارن، مربوط به اداره مطبوعاتی مثلا کاخ سفید، اداره رسانه‌ای کاخ سفید. و شما نگاه کن، همه نشستن اونجا از رئیس جمهور رو مسخره میکنن تا یکی یکی خودشون رو، اتفاق اتوریتشون از دست میدن. بعدن اینا چرا متحول نمی شود؟ چرا اتفاق نمی افته؟ نمیتونی شما آقای گنجی بری یه دین دیگه اختراع کنی؟ دین اختراع نیست، دین امر مکانیک نیست، دین امر روانی جامعه است. و من بارها به این مسئله اعتراف کردم که تا زمانی که مرگ معرض لاعلاج و بدبختی وجود داره، این موجود برای فرار، برای رسیدن به آرامش، به اون ور پناه میبره. شما نمیتونی اینو بگیری ازش، کشتنی نیست، ولی میتونی مهارش بکنی. همینجایی که من اینجا نشستم، بغل دست شما، روبروی شما نشستم، اینا، این دیوار بغلی من
کفبینی داره، نمیشه ازش بگیری، ولی میتوانه محدودش کنه. چه اون چی که میتوانند محدود کند این را چه است؟ قانون. و مستشار دوره تبریزی رساله نوشته، ناصرالدین شاه صدا کرد گفت رساله ای که میگن تو رساله نوشتی رساله چیه؟ گفت یک کلمه. گفت خب یک کلمه چیه؟ گفت قانون. کتاب از دستش گرفت زد تو سرش، گفت بزنیدش. اینقدر با کتاب زدن یارو کور شد و مرد. قانون، شما فقط از طریق قانون میتوانی کار رو حل و فصل کنی، هیچ راه دیگری برای شما متصور نی. ممالک دیگه از این راه رفتند و رسیدن، استقرار قانون. قانون که همه آحاد ملت از شاه و شیخ و گدا در برابر آن متساوی الحقوق باشن. قانون چیزی که اصلا بهش گوش نمیدی، اصلا برای اهمیت نداره. شما با یه حکومتی، با یه جرثومه‌ای طرف هستی که هیچ تعریفی الا اهریمن ازش نمیشه داد. آخه شما نگاه بکن، فقط اهریمن میتونه اینجوری حرف بزنه. حسن روحانی قاتل پسره، رئیس جمهور قاتل پسر، بیان می‌دارد که آقا این دلالای تحریم حالا برن یه شغل. دلال تحریم که من و شما نیستیم که یه شغل دیگه پیدا کنی، دلال تحریم شمایید. مهدی فلاحتی ای داره اینا رو تحریم میکنه، شما میخندی فقط از روش رد میشی، همون یارو داره جوک میگه بهه. یک آدم های دون، آدم که نیستن، شیطانه، دقلباز، شیطان، هر چی اسمش بذاری، فقط اونه، هیچ چی دیگه اسمش نیست. میگه اینا کیان که باید برن؟ امروز تو مجلس تصریح کردن که نه دیگه، حالا این نماینده هایی که هستن عبدالآباد نماینده هستن. نمیتوانی شما اینا رو عزل کنید، چه بکنید؟ میشه هم چیزی؟ میگه مجید محمدی، میگه چرا میپرسه، میگه چرا خودسوزی دست فروشان جامعه ایران را نمیگذد؟ چرا نمیگذد؟ علتش چیه؟ میگه به فاصله یک ماه دو شهروند ایرانی ابتدا در خرمشهر و سپس در تبریز اقدام به خودسوزی در ملأ عام کردند. هر دو این خودسوزی ها پس از جمع‌آوری بساط دست فروشان توسط ماموران شهرداری و بیهودگی پیگیری آنها انجام شد. یه چیز دیگه دوباره یادم اومد بگم، شما نگاه بکن به همین جامعه خودمون، نگاه بکن همه رفتن مسحور تلویزیون شدن، سحرشون کرد. شما به من فوری میگی که بله خب آقا اینجور دیگه آمریکایی هم تلویزیون تماشا میکنن دیگه، شما تو خونه آمریکایی برو ببینی، تو توالتش، تو آشپزخونهش، تو اتاق خوابش، تو اتاق پذیرش، تو اتاق مهمان، هر جا بری یه دستگاه تلویزیون گذاشته. میگم آره میدونم، اینو بلدم، میبینم، اما تو یه چیزی رو نمیبینی، روزنامه رو نمیبینی، کتابه رو نمیبینی، تو سر میزش اونجا نگاه کنی یک کتابه، روزنامه به طور قطع و یقین هست. یادش بخیر برام بیگدلی، میگه اینا شما ازشون ببوس بگو که اینایی که فعالین سیاسی ما هستن چند تا روزنامه رو عضون؟ هیچ. مشترک چند تا روزنامه هستن؟ هیچ. کمترین جایی که تو وبسایت ما بهش توجه میشه بخش مقاله، اصلا نمیره مقاله بخونه، میره از این رد میشه.
تا نخوانی و تا نخوانی راه به جایی نمیبری، فقط باید بخونی. موقعی تازه چه میدونستم که سرنوشت منو به این راه میکشه، که از این ورچسبایی که پشت ماشینا میچسبونن، رو سپرش میچسبونن، بدونه چسبونده بودم، روش نوشته بود که kill your television, read the book، تلویزیون لامصب و ببن، برو به جاش کتاب بخون. بعد کارم به تلویزیون کشید. بعد یارو اومد به داور گفتش این میبینی این آدم اینجوریه، این علیه تلویزیون تو داره تبلیغ میکنه. و قبل از این که داور حرفی بزنه، خودش رفت اون یارو رو از رو ماشین من کند، برای که اهل خوندن نیست. خب نمیخوانی، تمام توجهش به اینه که یه جنگی الان راه بندازه. پیروز یه دونه دارم کشتی فرستاد، کشتی رو گفتم آقا نمیشه کشتی بیاد اینجا، برای چی کشتی داریم بریم؟ یه هواپیما فرستاد، جنگنده ها رفتن، جنگنده های سعودی رفتن رو بهش گفتن آقا بکش کنار، چیکار داری اینجا؟ چی آوردی؟ مسافر آوردی اینجا؟ گفت نه اینا مجروحن، من این مجروحا رو بردم مرکوکروم زدم، حالا دارم برشون میگردم. گفت نمیخوام نگرشون، ده بعدم بیارشون. امروز از یک کانال قاچاقی از طریق عمان، خب هم مرز دیگه، عمان و یمن هم مرزن دیگه، اینا همه تو شبه جزیره عربستان قرار دارن، یک کانال اونجا زده، از اون تو تیرار برده. سعودی ها تا متوجه شدن رفتن فرودگاه رو بمباران کرد. ببین اونا دیگه چه عرازلی هست. نابود کردن همه چیزو. بعد این داره در تلاش یه جوری جنگ بکنه، خود چه از این مخمسه بکشه بیرون، این برش مهم نیست. آینده برای خودش متصور نیست. دولت سر پایی است، کفش دمپایی میمونه، بر و پشت نداره. دمپایی دیگه جلو نداره، پشتم که نداره دیگه. به فاصله یک ماه دو شهروند ایرانی ابتدا در خرمشهر سپس در تبریز اقدام به خودسوزی در ملای عمومی کرد. هر دو این خودسوزی ها پس از جمع‌آوری بساط دستفروشان توسط ماموران شهرداری و بیهودگی پیگیری آنها انجام شد. پس از آن که بساط حمید فرخی دیزج 43 ساله و پدر سه کودک که در بازار تبریز بساط دستفروشی داشت، با وجود داشتن مجوز دستفروشی توسط ماموران سد معبر شهرداری ضبط شد و او در اعتراض چندین بار به شهرداری منطقه 8 تبریز مراجعه می کند، اما چون پاسخی نمی گیرد، سرانجام در روز 25 فروردین در یکی از اتاقهای ساختمان مقابل چشم مسئول مربوطه، یعنی مقابل ساختمان شهرداری، به دو روایت مختلف در رسانه ها دست به خودسوزی می‌زد. این در حالیه که میگه که نمیدونم چند میلیارد در شهرداری تهران گم شده و این میزانی که در حقیقت گم شده و این یارو هم اصلا سردار رضاشاه، به قول آقای نوریزاده رضاشاه ایران، بدبختی میبینی، بدبختی فلاکت رو میبینی که ایارو به عنوان رضاشاه حرف بزنه. بدبختی مگه ما؟ این رضاشاه هست؟ پاپتی؟
عباد جنایتکاره علی ربی. نوارش رو بذاری گریه کنی آقای نوریزاده، خدا وکیلی این کار توه. یعنی نمیفهمی دروغ میگه، نمیفهمی اهریمنه، هر لحظه به شکلی بت عیار در آمد. نفهمیدی هنوز داره سیاد میکنه. یه چیز خیلی ساده است، اومدن اینا به غربی ها دارن میگن دو تا اسلام وجود داره، یه اسلام هارش عقب مونده متحجر مثل طالبان، مثل بوکو حرام، مثل داعش، اما یه اسلام مثل ما. God nice. همینجوری ما خیلی فهم، ما رو بخر، ما بهت کمک میکنیم. ببین اونا چقدر وحشی هست، ما چقدر آدم های خوبی هستیم. این هم خب اینه چاره ای نداره. خب نمیتونه که در لحظه لیوی رفته، سوریه رفته، اونجا رفته، اونجا رفته، اینجا رفته، همه جا رفته. او یه چیزی رو نیاز داره، امنیت. این راه ها باز باشه، او بتوانه به منافعش دسترسی پیدا بکنه. نمیتونه دوباره یه جای دیگه ببینه، یه جای دیگه هم رفت. اینم به دروغی بهش میگه اونا خیلی بدن، ما خیلی آدم خوبی هستیم، همش ما میخندیم. میدونی فرق ما با اونایی، مد جوادشونو ببین، خیلی قشنگ میگه آقای ودی، خیلی زیبا میگه. اینا بچه های قماش فروشان بزازا، بلدن چجوری ببرن، چجوری متر کنن، چجوری ببرن، چجوری چونه بزنن، چجوری کم بفروشن. دیدی چجور متر میکرد؟ پیس 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 میلهی دستش بود، بهش میگفت زر. بودی زر چیه؟ میگفت یه واحده. آخه سر که میرفتیم مثلا هر توپ پارچهی فرض کن مثلا 5 سانتشو از این کم بده، 10 تا 5 سانت که کم بده میشه نیم متر پارچه. بلده پسر یارو با چندین میلیارد پول بورسازی و فلان و اینا از مملکت فرار کرده اومده بیرون. وکیل اون یکی پسر هاشمی میگه این حواسی از دانپنا، این اطلاعاتی که فقط مهدی بهش نمیداده که، چرا این حرفا رو میزنیم به مهدی ما؟ مهدی ما قبل سر خوبیه مثل باباشه، خیلی نازن. شما نگاه کن جامعه به اینجایی رسیده که دنبال رفسنجانی میگرده. آی درد آدم بره به کی تعریف کنه، به کی بره بگه؟ پس آقای وکیل آقای فلانی اینا رو از کجا میورد؟ از رو سایت ها اینترنتی برمی داشته. آقا 1990 سایت اینترنت بوده تو ایران، وزارت نفت سایت اینترنتی داشته، اینترنت از مردم ها اینترنت داشتن. در ایران ابتدای سال 90 1379 یک و دو که اینو گرفتی، پسر اول بار گرفتیش، میگه نه این یه دایی داشت، داییش رئیس اداره چی بود. بعد خودش هم از طریق سایت های وزارت نفت میرفته اطلاعات. سایتی وجود نداشته، تو اصلا نمیپرسی ازش، هیچ که ازش نمیپرسه.
یه مرد که پدر سوخته سایت وجود داشته در ایران و مردم دسترسی به سایت داشتن، اما در 23 اسفند پارسال 93 یونس عساکره 34 ساله پدر دو کودک در اعتراض به ضبط سه‌باره بساط میوه فروشیش توسط شهرداری خرمشهر در برابر ساختمان شهرداری دست به خودسوزی زد، جانش را در بیمارستان از دست داد. در اواخر سال 92 نیز یک جوان تهرانی بعد از جمع شدن بساطش در ایستگاه مترو گلبرگ خود را جلوی واگن قطار انداخت و خودکشی کرد. اینها تنها نمونه های اخیر این نوع رخداد هستند. سلسله علل این خودسوزی ها و خودکشی های فجی در ایران روشن است: بیکاری، فقر گسترده و فزاینده، فقدان چترهای حمایت اجتماعی برای بیکاران و فقرا در ایران، نقض کرامت انسانی یک ناناور خانواده با محروم کردن یا محروم کردن وی از حداقل کاری که میتواند انجام دهد، فقدان نهادهایی برای کمک به افراد در حوزه بهداشت روانی، استیصال و احساس بن‌بست و در نهایت تلاش برای گزیدن وجدان جمعی. فرخی قبل از آتش زدن خود در مقابل ساختمان شهرداری به کارکنان این نهاد گفته بود چنین اقدامی خواهد کرد، اما آنها بی‌توجهی کردند. در صورت معرفی فرخی به یک مددکار اجتماعی یا گذاشتن وی تحت مراقبت، امروز شاید وی زنده بود و در کنار فرزندانش بود. خودسوزی یک دستفروش در تونس جرقه یک جنبش اجتماعی در آن کشور را زد که در نهایت به خروج رئیس جمهور انجامید. چرا این خودسوزی ها وجدان جمعی جامعه ایران را به صور مختلف نه ضرورتاً اعتراض سیاسی نمی گذرد؟ با رجوع به چهار موضوع همیشگی اجتماعی، عادت به مرگ و خشونت و تغییر آستانه جریحه‌دار شدن وجدانها، محاسبه هزینه و فایده و کرختی اجتماعی و همدردی اجتماعی، درباره این موضوع را توضیح خواهم داد. مجید محمدی. سوز شدن همبستگی اجتماعی. امیل دورکم یکی از بنیانگذاران جامعه شناسی نوین، تغییر نرخ خودکشی را با تغییر در میزان همبستگی های اجتماعی توضیح می دهد. همبستگی اجتماعی در ایران امروز بسیار سوس شده است. حلقات اتصال میان اعضای جامعه در حال رنگ باختن هستند یا اصولا شکل نمی گیرند. افزایش قابل توجه جرم و تخلف شاهد بسیار خوبی برای این مسئله است. به گفته وزیر دادگستری روحانی، میزان جرائم از تعداد جمعیت بیشتر است. مهر 19 مهر 92. او پرونده های جرائم در کشور را رو به تزاید اعلام کرده است. در این میان جرائم خشونت‌آمی سهم قابل توجهی داشتند. قتل با سلاح سر در یک دهه از 40 تا 45% و قتل با سلاح گرم نیز حدود 27% افزایش یافته است. قتل‌های خانوادگی افزایش داشته. در این زمینه در سال 80 با 400 فقره یعنی 28% و در سال 89 با 677 فقره یعنی 29% مواجه شدیم. احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در گزارش به مجلس رجانیوز 4 مرداد 1390. شریعت ایدئولوژیزه شده عامل همبستگی قشر کوچک وفاداران حکومت است و در ذهن منافع آنها را نیز تامین می کند. اقشار نزدیک به حکومت نیز که پیوندهای را حفظ کرده به خودسوزی یا فساد اقتصادی و سوء استفاده از قدرت حساسیت ندارند و این گونه اخبار در رسانه‌های آنها برای پریز از سیاه‌نمایی منعکس نمی‌شود.
حساسیت آنها به بیرون بودن چند تار موی سر، پوشیدن چکمه، اپیلاسیون یا آرایش زنان در خیابان است. خواسته جدید دلواپسان قزوین در نامه به استانداری قزوین، اپیلاسیون در آرایشگاه زنانه را ممنوع کنید. سهام نیوز همین پریروز پنجم اردیبهشت. ببین به کجای تو کار داره، به پشم تنت هم کار داره، به موی زائد بدنت کار داره. پیوبیک هر بهش میگه. داره سیاد میکنه، داره حواستو پرت میکنه، از موضوع اصلی منحرفت بکنه. یه توپی قل بده همه بیافتین دنبال توپه. چه ماشالله چه خوب میدوی دنبال توپ. از هول شخامنه‌ای که اومده میگه این ماشینا رو ببندیم نه چی نکنه، اونا هم حکم کردن که هر کی با ماشین لوکس بیاد تو خیابون آخر شب پلیس میگیره ماشینا رو توقیف میکنه. تو غلط میکنی ماشین رو توقیف کنی، پسر آج آقاست ماشینش رو توقیف میکنی، تو چی کاره ای که ماشین تو منتقلت میکنم از اینجا به برازجان، نفسم جزیره سیری بری خدمت کنی، ماشین پسر آج آقا رو میخوای توقیف کنی؟ غلطای زیادی. نه اینه داره میگه برای اینکه این فاجعه، اینا بچه های اینا. باز دوباره من این سوال مطرح میکنم، خب برو بپرس، برو تو فامیلت سوال کن، بپرس. تو مهمونی جمع میشی دور هم دیگه بپرسید از هم، بگو اما تو فامیل شما چند تا از این آدم ها پول دارا هستن، ببین چی جواب میده. میگه چند نفر هستن از این پول دارا؟ میگه هیچ. اینا اهریمنه، هر جا رسیدی کلمه اهریمن رو به کار ببر. اقشار نزدیک به حکومت نیست که پیوندهای را حفظ کردن به خصوصی یا فساد اقتصادی و سوء استفاده از قدرت حساسیت ندارد و این گونه اخبار در رسانه‌های‌ها برای پرهیز از سیاه نمایی منعکس نمی شود. حساسیت آنها به بیرون بودن چند تار موی سر، پوشیدن چکمه و غیره است. مردم شهرهای بزرگ ایران هنگامی که صبحگاه در زمستان از خانه خارج می شود، در پیاده رو با جسد یخ زده بی خانمان هایی که شب یخ زده اند مواجه می شود. در شهرهای بزرگ و کوچک ایران مدام مراسم اعدام با طناب دار برگزار می شود. رسانه های نظام اهریمن در نشان ندادن بوسه و اظهار عشق بسیار حساس هستند، اما در نشان دادن خشونت و قتل و خونریزی بسیار بسیار دست و دلبازند. ادبیات مراسم مذهبی شیعه مملو است از خونریزی و قطع سر و دست و پا و کشتار و اینها مدام تکرار می شود. بدین صورت شهروندان ایرانی به سرعت به مرگ و قتل و خشونت طبیعتا عادت می کنند و این بخشی از فرایند اجتماعی شدن آنها. به این دلیل که خودسوزی یک فرد نمی تواند چندان برای اکثر آنها تکان دهنده باشد. محاسبه هزینه و فایده و کرختی جان. اکثریت مردم ایران در دوران انقلاب و جنگ و مابعد آن چنان خود را بازنده رخدادها یافتند که به تدریج برای حداقل برخی کنشای خود به محاسبه هزینه ها و فواید پرداختن. این هم بالاخص در جایی که پای حکومت در میان باشد جدیتر است، چون حکومت نشان داده که حد و مرزی در بالا بردن هزینه کنش اجتماعی امثال اعمال خشونت و شکنجه نمی‌شناسد و به همین دلیل اگر شهروندان ایرانی احتمال اندکی بدهند که نیروهای لباس شخصی و بسیجی درگیر می‌شوند و با توجه به اعمالی
مثل رد شدن با خود و از روی مردم توسط آنها یا پرتاب کردن از روی پل یا اعمال انواع شکنجه ها پس از دستگیری در عمل خود تأمل میکنه. اینا رو تعریف میکنه دیگه، مرتب اینا رو برات میگه. علی‌رغم سرکوب هر روزه صدها هزار جوان در خیابانها، صدای چندانی از آنها به گوش نمی رسد و این نتیجه تأثیر روانی سرکوب های هر روزه است. تجربه انقلاب و جنگ به شهروندان ایرانی نشان داد که جنبش اجتماعی سیاسی علی‌رغم برخی دستاوردهای محتمل می تواند پیامدهای بسیار خشمگین داشته باشد. از همین جهت جامعه در نشان دادن عکس العمل به رویدادهای پیرامون بسیار کند عمل می کند. درسی که جامعه از رخدادهای خونین گذشته گرفته آن است که سریع به واکنش نپردازد و بگذارد مدتی از رویدادها بگذارد. با گذشت زمان البته احساسات فروکش می کند و اعتراضات نیز به حاشیه می رود. در دهه 70 به تدریج جامعه ایران از مرگ باوری به زندگی باوری گذر کرد، اما چنان که مرگ باوری در دهه 60 نوعی مرگ باوری جمعی بود، زندگی باوری به نوعی زندگی باوری جمعی گذر نکرد، بلکه در محدوده فرد باقی ماند و رنگ و بوی خود را محوری و بعد پول محوری پیدا کرد. رنگ و بوی خود محوری و بعد پول محوری پیدا کرد. انسان ایرانی فعال که طعم تلخ دیگر دوستی را در دهه 60 چشیده بود، دیگر نمی‌خواست خود را فدای دیگران سازد. ایرانیان به تدریج متوجه شدند که فدا کردن خود برای دیگران یکی از ابزارهای بسیج اجتماعی حکومت‌های مطلقه است. پایین بودن سطح همدردی اجتماعی به میزان بسیار اندک خیریه در مقیاس در مقایسه با دیگر جوامع شاهد خوبی برای پایین بودن سطح همدردی اجتماعی در ایران است. رقم 180 میلیارد تومان معادل حدود 7 میلیون دلار در سال 90 پرداخت شده به صندوق‌های صدقات کمیته امداد که ایسنا در 6 اردیبهشت 91 اعلام کرده، برای کشوری که با حدود 100 میلیارد دلار صادرات نفتی که این موضوع بیش از تحریم ها بود و بیش از 500 هزار میلیارد تومان درآمد ناخالص ملی بسیار ناچیز است. آماری در مورد صدقات و خیریاتی که در نهادهای مدنی گردآوری و هزینه می شود در دست نیست، اما آن نیز با توجه به ضعف این نهادها در ایران نباید چندان اصلا وجود نداره. چی میگی دروغی؟ چرا میگی مسجد رو میده ولی اونجا حاضر نیست که به اون یکی پرداخت بکنه؟ امکان نداره به این نهاد سکولار بیاد به پول بده. خودی درسته؟ برای چی درست کرد؟ کی بهش که آقایی کارو بکنه؟ ما به شما گفتیم بیا تلویزیون بزن؟ ما که به شما گفتیم حالا تلویزیون زدید چشت نه دندت کن؟ نمیفهمه. چرا تو اون بند اول تعریف کردی؟ این به خود محوری نزدیکش کرده، اهریمنه، درش اثر گذاشته. این دیگری رو اصلا باور نداره، دیگر دوستی اصلا توش وجود نداره، مسجد رو میده و بعد نتیجه میگیره که افزایش خودکشی. جدا از داستان خودسوزی ها، اصولا میزان اقدام به خودکشی و خودکشی ها که منجر به مرگ در ایران است افزایش داشته است. میزان خودکشی گزارش شده به سازمان پزشکی قانی از سال 88 تا 89 17% افزایش داشته و در سه ماهه اول سال 90 نیز آمار خودکشی های گزارش شده به این سازمان نسبت به سه ماهه اول 89 10% افزایش داشته. خودکشی در میان قشری که خود مظهر ایستادگی بوده، یعنی دانشجویان دانشگاه، نیز قابل توجه بوده. بنا به برخی تخمین ها سالانه 60,000 نفر ایرانی اقدام به خودکشی میکنه. ایران در دهه 60 خورشیدی در ردیف کشورهای با آمار پایین خودکشی بود، اما اکنون در گروه کشورهایی با نرخ متوسط خودکشی است. میزان اقدام به خودکشی از حدود 3 در 1000 در هر 100,000 نفر جمعیت در سال 66 به 6 در هر 100,000 در سال 83 و سپس به 6.5 در 100,000 در سال 86 رسید. به علاوه در برخی کشورهای
شهرهای کشور میزان خودکشی سال هاست از مرز هشدار گذشته و تا سرحد جوامع با خطر بالای خودکشی رسیده. بیشترین میزان افزایش خودکشی در جمعیت 25 تا 34 سال گزارش شده. اینو اینجا داشته باش تا اینکه برم و یه توضیحی برای آقای این بهمن بدم. این آقای بهمن ما رو اذیت میکنه. آقای بهمن میگه که سلام، در یکی از برنامه ها گفتی که این علیرضا نامور حقیقی استاد نیست و تو گوگل پیدا نمیشود. من چون حسابی با این ولد زنای بیناموس مخالفم تو گوگل گشتم و وبسایت زیر رو پیدا کردم. من نگفتم پیدا نمی، گفتم تو گوگل برو سرچش کن پیداش کن ببین کیه. که گفتم پیدا نمیشود، ولی از کشفش کردی ممنونم. بعد رفته کشف کرده و اصل ماجرا رو در آورده. اینم تلفنشه، اینم ایمیل آقای حقیقیه، اتاقش رو نوشته و بعد زحمت کشیده اینا رو. دکتر علیرضای حقیقی did his BA and MA and PhD in Tehran University in the Faculty of Political Science and Law، در رشته علوم سیاسی و حقوق این آقا هم لیسانس و فوق لیسانس و دکتراش از دانشگاه تهران گرفته. و بعد می‌نویسه که همونطور که می‌بینی این آموزشیار حق و تدریسی در گروه تاریخ ادیان است، یعنی هر زمان که دانشگاه نیاز داشته باشد یک یا دو دست در ترم تحصیلی به وی میدهند که دستمزد آن 3 تا 5 هزار دلار بابت هر درس باشد که میشود ماهی حدود 1000 دلار بابت هر درس. اگر دو درس هم بدهد میشود ماهی 2000 دلار در ماه. با کمتر از 3000 دلار در ماه نمیشود تو کانادا با زن و بچه زندگی کرد. بقیه کسر درآمدش از کجا تامین میشود؟ خدا میداند. شاید از این رسانه های آمریکایی و انگلیسی حق شرکت در برنامه میگیرد. در ضمن رشته تحصیلی وی علوم سیاسی است و هیچ ربطی به تاریخ ادیان ندارد. رتبه های دانشگاهی به قرار زیر است: پروفسور برجسته، دیستینگویش پروفسور، پروفسور، دانشیار، اسوسییت پروفسور، استادیار، اسیستنت پروفسور، مربی، اینستراکتور، آموزشیار، لکچرر. برای اینکه به پروفسوری برسید، یعنی استاد دانشگاه بشوید، باید دکترا داشته باشید و از استادیاری شروع نمایید. مربی و آموزشیار هیچگاه به استادیاری، دانشیاری و یا استادی نمیرسن، یعنی مسیر برایشان بسته است. تازه این بابا آموزشیار فصلی یا موردی است که همون گونه که گفتم بر اساس نیاز دانشگاه یک یا دو درس یا بیشتر را با عقد قرارداد درس میدهد و اگر نیازی نباشد از خدمت وی استفاده نمی نماید. این قضیه در مورد کالج ها فرق میکنه، یعنی کالج ها مربی و آموزشیار رو به طور رسمی استخدام میکنه چون سطح علمی آنها پایین تر از دانشگاه است، ولی این حرامزاده در کالج نیست بلکه در دانشگاه است که نشان میدهد که وی را اصلا به دانشگاه بازی نگرفتند. من نمیفهمم چرا یه سری آدمهایی مثل سیامک دهقانپور او را استاد خطاب میکنند. وی از طرفداران شدید اکبر هاشمی بهرمانی یا رفسنجانی ازبک الاصل میباشد. به احتمال زیاد با پول او در این دانشگاه مشغول به کار شده. این را میتوانی در برنامه برای همه بخوانی تا این بیناموس را بشناسن. او یک ولد زناست و مشتبه وایدی، اکبر گنجی، فرق نگهدار، مسئول، تمام اینها یه جوری از رژیم اسلامی جیره و مواجب میگیرن چون دلیل ندارد که کسی که از دست رژیم به کشورهای دیگر پناهارده همچنان از افراد رژیم جانبداری کنه. اگر من اشتباه میکنم به من بگو. دوستدار تو، ولی تو که ما رو دوست نداری. بهمن، اما آدمی نمیشناسن چجوری میتونم دوستش داشته باشم یا دوستش نداشته باشم؟ ولی دمت گرم، همین که زور زدی رفتی
یه کاری کردی، خدا پدر مادرتو بیاموز. از اون که هیچ کاری نمیکنه یه قدم جلوتر. نه بابا، اینا همه پول دارن و نمیدونم از کجا هم پول میارن. در آمریکا همشون هم میان خونه نقد میخرن، بعد بیزنس میخرن. نمیدونم حالا اونایی که بعدشون خوب نیست، مثل مشتبه واحدی اینا، مثلا $200,000 میده یه مغازه از این پارسل استورا خریده که بسته پست کنیم فلان کنیم، بسته بندی و اینا، خودشو زنشو دخترشو اینا همه اون تو کار میکنن. ماجرای یمن هم چه ماجرایی است. میگه عربستان سعودی از اون بالا اعلامیه میریزه، اینا از این ور نمیدونم اعلامیه پخش میکنن برای اونا. این یکی گفته نمیدونم اون یارو رئیس ارتششون گفته بعد بریم اونش تمون خوشو نمیتونه بکشه بالا، گفته بعد بریم اونا رو بزنیم. بعد اون یکی گفته دماغشو به خاک بمالی. اون یکی گفته نمیدونم جعفری گفته نمیدونم اینا رو دروسی دارن، من که رو دروسی نمیرم میرم میزنم. خب برو بزن. اما سروش جعفری در سایت پژواک ایران می نویسد از سید خراسانی تا درفش یمنی، بحران‌های خاورمیانه و علائم ظهور، نمونه از پوستر امام زمانی. ببینیم میتونیم ببینیم پوستر رو. حالا دیگه یه چیزی معلومه دیگه. اینه پنجشنبه گذشته علیرضا پنایان عضو قرارگاه عمار و کارشناس مهدویه در سخنانی با اشاره به حضور یکی از فرماندهان حوثی یمنی در ایران، حوادث یمن را زمین ساز ظهور معرفی کرد. پنایان در این باره گفت هرچه جلوتر می رویم انکار نزدیک بودن ظهور سخت‌تر از گذشته می شود. دلایل ظهور دارن ما را محاصره می کنن. علائم دارن خودشان را نشان می دهن. علائم بسیار آشکار هستند. اشارات و تصریحات و روایات فراوانی در این باره وجود دارد. اگر این همه آمادگی که در منطقه به وجود آمده دلیل بر نزدیکی ظهور نیست، حداقل باید در روایات ذکر می‌شد که یک بار همه علائم ظهور تا حدی خودشان را نشان می‌دهند ولی ظهور رخ نخواهد داد. کما اینکه درباره سفیانی چنین روایتی وجود دارد که سفیانی اول و سفیانی دوم دارد. و ماجرای این هستش که میدونی که این تفکر، تفکر مسایا، این تفکر که یک آدمی میاد و جهان رو گلستان خواهد کرد، یه تفکر قدیمیه و اون همونیه که در ابتدا به شیوه دیگه برات بیان کردم. تا مرگ هست، تا فلاکت هست، تا بدبختی هست، اینا وجود داره. چون نمیتونی جلوی اینو بگیری. این بوده، هست، خواهد بود. چرا که مرگ و بیماری لاعلاج همواره وجود دارد. مگر اینکه اونو بتونی، تنها یه راه دارد، حضور قانون. قانون میتواند این رو خفه کنه. مرگ نمیتونی براش بیاری. مرگ چیزی نیست که از بین برود. نموردنیست، لم یلد و لم یولده، نمی میره، ولی مهار شدنی هست. دنیا تونسته پوزبندش بزنه، ولی شما در فرانسه میگه نه آقا اینا سکولار نیستن، اینا دولت لایکن. میبینی که از پنجره میخواد بیاد تو، ولش میکنی اللهی در میخواد خودش خینسینه قیز بیاره تو. قانون جلوش ما میسته، نمیذاره. وبسایت جهان نیوز ضمن معرفی تلویحی حوادث یمن به عنوان زمین ساز ظهور، در مطلبی با عنوان علائم حتمی ظهور چرا درفش یمنی از درفش خراسانی هدایت بخشتر است. یادت داستان سید خراسانی و دوره احمدی نژاد و علائم ظهور و با ذکر چند روایت از امامان شیعه، بحران یمن را زمین ساز ظهور امام دوازدهم شیعیان معرفی کرده است. و در این مقاله سایت اصولگرای جهان نیوز
آمده است که از نشانهای قطعی ظهور امام مهدی جنبش اصلاح طلبانه شخصیت منیست. نام داستان شخصیت یمنی در روایات بسیاری و در شمار نشانهای قطعی ظهور آمده است. خروج صفیانی، صفیانی که از دشمنان مسلح امام زمان است و شخصیت یمنی و سید خراسانی در یک سال یک ماه و یک روز خواهد بود و درست به سان دانه های تسبیح یکی پس از دیگری خواهد آمد. در آستانه ظهور امام هیچ پرچمی هدایت یافته تر از پرچم شخصیت یمنی نخواهد. یمنی در پی نبرد صفیانی با وی وارد عراق می شود. نیروهای یمنی و ایرانی جهت رویارویی با صفیانی وارد عمل می شود و از روایات چنین ظاهر می شود که نقش نیروهای یمنی در نبرد صفیانی نقش پشتیبانی از نیروهای ایرانی است، زیرا از لحن اخبار چنین فهمیده می شود که طرف درگیر با صفیانی مردم مشرق زمین یعنی یاران خراسانی و شعیب هستند و گویا یمنی ها پس از یاری رساندن به آنان به یمن باز می گردند، اما در منطقه خلیج علاوه بر حجاز یمنی ها نقش اساسی خواهند داشت، گرچه روایت آن را خاطر نشان نساختند ولی به طور طبیعی با توجه به روند حوادث ظهور جغرافیای منطقه بایستی فرمان روایی یمن و حجاز و کشورهای اوج خلیج در دست نیروهای یمن پیروی حضرت مهدی قرار گیرد. اینم یه پوستر دیگه، اینو ببین که آقای خامنه ای داریم برای تحویل آقای امام زمانش بده چیو؟ یا حسینو، پرچم یا حسینو. یادته که وقتی یارو اومد تهران این با پرچم یا حسین رفت ازش استقبالش کرد، مال مملکت ترکا. هرگاه بحرانی در منطقه خاورمیانه پدید می آید عده‌ای در جمهوری اسلامی دنبال علائم ظهور می گردن. اینک و بالا گرفتن و با بالا گرفتن جنگ قدرت ما بین عربستان سعودی و ایران در یمن، برخی از روحانیون و وعاظ ایران بحران یمن را زمین ساز ظهور امام دوازدهم شیعیان می دانند. یمن به عنوان یکی از فقیرترین کشورهای حوزه خلیج فارس در حال حاضر در آستانه یک جنگ داخلی فرسایشی قرار گرفته و گروه‌های محلی کشورهای عربی به رهبری عربستان و ایران در بحرانی تر شدن اوضاع این کشور نقش دارند. عربستان دولت ایران را به دخالت در امور داخلی یمن و بی‌ثبات کردن این کشور از طریق حمایت از شبه نظامیان شیعه حوثی متهم میکنه. ایران این اتهام را البته رد میکنه و در مقابل عملیات هوایی عربستان و متحدانش در داخل خاک یمن را ناقض قوانین بین الملل و دخالت در امور یمن میدانه. برخی مقامات ایران بیشتر نیز حوادث سوریه و عراق و ظهور داعش و همچنین دولت احمدی نژاد را زمین ساز ظهور معرفی کرده بودند. جمهوری اسلامی از روزی که به کار اومده چه در سیاست داخلی چه در سیاست خارجی خبر از نزدیکی ظهور امام دوازدهم شیعیان میداد. این موضوع طی سالهای اخیر به خصوص با روی کار آمدن احمدی نژاد همچنین افزایش بحرانهای منطقی شکل بارستری به خود گرفته است. در هنگامه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 کمتر کسی تصور میکرد که فرد پیروز انتخابات احمدی نژاد باشد. نظرسنجی ها نیز وی را در رتبه آخر قرار میدادند و در آن زمان گفته میشد که خامنه‌ای دیگر دستاندرکاران هم از احمدی نژاد خواسته بودند تا به نفع یکی از کاندیداهای اصولگرا انصراف دهند، اما رئیس دولت سابق از این امر سر باز زد و بر اساس شنیده‌های غیر رسمی به نزدیکانش گفته بود که امام زمان به وی وعده پیروزی داده. سرانجام هم احمدی نژاد در انتخابات پیروز شد. انتخابات پرمناقشه‌ای که برخی همچون کروبی از نتایج آن راضی نبودند. کروبی که در آن زمان یکی از کاندیداها بود مشتبه خامنه‌ای را به دخالت گسترده به نفع احمدی نژاد متهم کرد. در حال با روی کار آمدن احمدی نژاد سخن گفتن از امام زمان هم بیشتر شد. آیت الله خزعلی در آن زمان دولت احمدی نژاد را دولت امام زمان معرفی کرد. مهدی محمدی فر معاون پارلمانی وزیر کشور هم گفته بود دولت احمدی نژاد خود را منتسب به امام دوازدهم می‌داند
و همه تلاش خود را معطوف به فراهم کردن زمینه ظهور وی کرد. ماجرای حاله نور، قرار دادن صندلی خالی برای امام زمان و نیز دیگر گفته‌های احمدی‌نژاد از قبیل اینکه حمله آمریکا به عراق برای جلوگیری از ظهور امام زمان بود هم از نمونهای دیگری بود که نشان از امامی زمانی بودن آن دولت حکایت داشت. آقای خامنه‌ای هم گفت انصافا احمدی‌نژاد بود که نام امام زمان را احیا کرد. او در سفر در دیدار با مدرسین تو قم این خزعبر رو بیان کرد. اما ماجرا چیست؟ سید خراسانی و شعیب ابن صالح. به تدریج که احمدی‌نژاد قدرت می گرفت، موضوع امام زمانی بودن دولت وی و نیز این مسئله که دولت نهم زمین ساز ظهور از گسترده تر شد. در این خصوص از سوی وبلاگ‌ها و وبسایت های آیت الله خامنه‌ای سید خراسانی نام گره و احمدی نژاد هم شعیب ابن صالح. سید خراسانی نام شخصی است که به روایت شیعیان در هنگام ظهور امام دوازدهم از ایران برای یاری او به جنگ با صفیانی که یکی از دشمنان امام است می رود. باورمندان به سید خراسانی بودن خامنه‌ای به طور مشخص تبار حسنی داشتن، خراسانی بودن، جراحت دست راست داشتن، لشکر مجهز و صبیح الوجه بودن را مهمترین صبیح الوجه بودن را مهمترین دلایل در اثبات مدعای خود اعلام کرده. آنها همچنان ادعا کردند شخص رهبری نیز از سید خراسانی بودن خود آگاه است، اما ترجیح می‌دهد در این خصوص سکوت کند. اما شعیب ابن صالح نیز بر اساس روایات شیعه فرمانده لشکر سید خراسانی است. برای نخستین بار در سال 84 بود که فردی به نام حسین سجادی در کتابی به نام دهه 80 دهه ظهور انشاءالله از محمود احمدی‌نژاد به عنوان شعیب ابن صالح نام بود. چندی بعد در لبنان نیز فردی به نام شادی فقیه در کتابی به نام احمدی نژاد و انقلاب جهانی پیشرو همان ادعای حسین سجادی را مطرح کرد. این کتاب در سال 2006 توسط انتشارات دارالعلم در لبنان و به زبان عربی منتشر شد. بحث سید خراسانی بودن خامنه‌ای و شعیب ابن صالح بودن احمدی‌نژاد از سوی وبسایتی به نام ظهور بسیار نزدیک است دنبال می‌شد و در این راستا حتی مستندی با عنوان ظهور نزدیک است ساخته و به طور گسترده توضیح شد که با واکنش قهرآمیز برخی روحانیون مواجه شد. خب اگه ظهور کنه دیگه بعد آخونده نونی نداره بخوره که، بعد تموم میشه که، مثل اینکه فیلمه به پایان برسه. بحران‌های خاورمیانه و علائم ظهور در کنار دولت احمدی‌نژاد که دولتی امام زمانی و زمین ساز ظهور مهدی معرفی می‌شد، بحران‌های خاورمیانه هم یکی پس از دیگری پدید آمدند و برخی مقامات ایران کوشیدند و می‌کوشند که این بحران‌ها را از علائم ظهور معرفی کنند. علی سعیدی نماینده میجلسش دیگه، نماینده ولی فقیه در سپاه، میگوید مردم برای آماده سازی ظهور باید خود را برای رنج بیشتر آماده کنند. حوادث سوریه و حمایت تهران از بشار اسد و همچنین ظهور داعش و حضور نظامی ایران در عراق برای حمایت از دولت شیعه نوری مالکی در کنار مسئله فلسطین بارها از سوی مقامات ایران زمین ساز ظهور معرفی می شود. در اوائل جنگ داخلی در سوریه علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه با اعلام اینکه علی خامنه‌ای زمین ساز ظهور است و سپاه قدس ابزار ظهور، مردم را دعوت کرد با حمایت از آنها به جریان ظهور کمک کنند. سعیدی در آن زمان گفته بود نقشی که امروز سپاه در سوریه دارد زمین سازی بین المللی و منطقه‌ای برای ظهور امام زمان است. سعیدی همچنین گفته بود خداوند اراده کرده جهان را به قدوم حضرت مهدی منور فرماید و زمینه ظهور آن حضرت را فراهم کند، اما قدرت‌های استکباری در صددن جلوی اراده ذات باری تعالی را بگیرد. این حرفا رو احمدی‌نژاد هم میگه می‌خواسته بیاد تو عراق، جلوش گرفتن آمریکایی‌ها ویزا ندادن بهش که بیاد، وگرنه آقا می‌خواست بیاد.
با شعله ور شدن جنگ در عراق که با ظهور داعش همراه بود و حضور سپاه قدس در عراق، باز هم مقامات ایران بحران تازه از نشانه های ظهور امام زمان معرفی کرده. در این رابطه محمد علی موسوی جزائری امام جمعه اهواز ظهور گروه داعش در عراق را یکی از نشانه های ظهور امام دوازدهم عنوان کرد و گفته بود حضور داعش و پیروان بنی امیه در عراق و ایجاد آشوب و فتنه در این کشور از نشانه های ظهور و خروج صفیانی است و گفته بود علائم ظهور با گذشت زمان در حال محقق شدن هستند و ما باید در این دوران به تکلیف خود عمل کرده و از انجام آنها غافل نشویم. اما پرسشی که مطرح میشه این است که چرا جمهوری اسلامی حوادث منطقه‌ای را مقدمه‌ای برای ظهور امام دوازدهم شیعیان می‌داند؟ در پاسخ شاید بتوان گفت هدف جمهوری اسلامی نه فقط توجیه سیاست خارجی خود، بلکه دعوت مردم به تحمل رنج است، رنجی که با بشارت ظهور ممکن است قابل تحمل تر شود. این موضوع را حتی صراحتاً علی سعیدی در سپاه، نماینده ولی فقیه در سپاه، در اسفند سال گذشته بیان کرد و با استفاده از برخی روایات شیعه گفت مردم برای آماده سازی ظهور باید خود را برای رنج بیشتر آماده کنند. نماینده ولی فقیه در سپاه افسوده بود ملت ایران باید توجهات بیشتری نسبت به رسالت و مأموریت خود برای آماده کردن زمینه برای ظهور امام زمان داشته باشند. همین الان که داریم با شما حرف میزنیم، همین لحظه ای که من و شما داریم حرف رو میزنیم، عرضم به حضور شما که وزیر دفاع سوریه رفته تهران، میگن میخوان اینا قرارداد امضا کنن، قراره یه مقداری پول به اینا بده، 100 و چند میلیارد قراره بهشون پول بده. حماس، حزب الله از حالا دندون تیز کردن واسه اینا و این باید بده، برای اینکه این شما نگاه کن در یه مملکتی مثل لبنان بهش میگفت پاریس خاورمیانه، عروس شهرهای خاورمیانه، ببین به چه فضاحتی کشید ظرف این 35 سال. مملکت رئیس جمهور نداره، نمیذاره رئیس جمهور درست کنه. شیعیان نمیدونم اصحاب حق و نمیدونم همه مزخرفاتشو هر کدومشون و اینایی که ابله هم و نشستن میگن که این مذاکرات شد و ما مردم ها خوب میشه، هیچ اتفاقی برای مردم ها نمید. مردمانی که کرخ شدن، مردمانی که کتاب نمیخوان، مردمانی که نمیخواهند، نمیخواهند، وگرنه همه شرایط برای ظهور آقا امام زمان آمده است، اینا نمیخوان. فردا گفتگو میکنم با آقای ایرج مستاقی و همچنین با آقای فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی، که مطلب بسیار خوبی رو در سایت بنیاد فرهنگ ایران که ما اون رو در وبسایت در بخش مقالات قرار دادیم، میدونم مقالات رو نمیخونی، اگه خونده بودی به نفعت بود، به نفع ما هم بود، ولی خب نمیخونی و اونجا هم همین داستان. فردا با آقای چی صحبت میکنم؟ با آقای مصداقی، بعد دوباره به سراغ آقای دکتر محمدزای روحانی خواهیم رفت، باز یه بخشای کوچیکی از وضعیت حقوق در ایران، حقوق کارگران و حقوق تامین اجتماعی، سوشال سکیوریتی حرف میزنیم، بعد به سراغ آقای دادرس خواهیم رفت. روز پنجشنبه هم به طور قطع و یقین گفتگو میکنیم با آقای کوروش عرفانی، همچنین آقای دکتر صدر اشراف و امیدوارم بتونیم آقای آلبرت رو هم روز پنجشنبه داشته باشیم. از همه شما ممنون و سپاسگزارم از اینکه تحمل میکنید و برنامه ها رو دنبال میکنید، ازت ممنون هستم. در انتظار دریافت کمک مالی هستیم. اگر این برنامه مورد توجه شما هست، اصالت کن که لینک برنامه رو از طریق توییتر و فیسبوک و گوگل پلاس برای سارین هم بفرستی. اگر ایمیل لیست بلند بالا داری، اگر اکانتی در بالاترین داری، وبلاگ و وبسایتی داری، در توضیح ویدیوها کوشا باشید، لینک ها رو اونجا هم قرار بدهید. به فیسبوک ما بیاید، آدرس فیسبوک ما از facebook.com/mihantv1. خوشحال میشم که شما رو در فیسبوک میزبان باشم.
ازت ممنونم، متشکرم. مهمترین بحث ما بحث کمک مالی است. امیدوارم در این زمینه ما رو مثل همیشه یاری کنید. ممنونم از شما. مرسی.